مسابقه آزاد قطر دور اول میز اول مسابقات مساف مگنس کارلسن برترین و حال حاضر جهان در برابر یه استاد بین‌المللی هندی به اسم سری هاری با ریتینگ 2438 کارلسن این بازی رو با حرکت 34 آغاز میکنه شروع بازی انگلیسی که این روزها خیلی مت شده دیگه همه دارن انگلیسی رو بازی میکنن پرهام دیدیم که بازی کرد توی آسیایی اینجا همه جا بازی کرد شاید دلیلش اینه که سیا دیگه نمیتونه با حفظ زیاد بازی رو مساوی کنه شاید سه شیش سیا نشون میده که آماده دفاع اسلاو و حتی کاروکانه چون اگه چهار بازی بشه وارد کاروکان میشیم اما مگنس وارد دفاع اسلاو میشه گسترش اسفا رو شاهد هستیم و یهو فیلوف یانگتو میکنه شاخهای مدرن در برابر اسلاو سیافی رو به خونه 5 میذاره و میخواد در آینده ای شیش بازی کنه فیلش رو از این ساختار پیاده ای بیرون بیاره شبیه لندن معکوس میشه این ساختارها سفید اسب رو به خونه سه, سه میاره و ای شیش. اینجا شاید خیلیاتون بخواید فیل ج دو رو بازی کنید اما کارسن هکر درست رو بازی میکنه اسب رو به میبره و به شکار فیل سفید رو سیاه میره این فیل فوق العاده مهمه اگه بزنیمش برتری دو فیل میگیریم میتونیم بریم برای بردن بازی ولی اگه فیل ج دو بازی کنید میتونه چیش رو بازی کنه فیلش رو نجات بده و اون وقت بردن این بازی برای سفید یکم سخت میشه حتی خود کارلسن این رو مقابل وینسنت کیمر بازی کرده ولی خب اسب چهار اگر نیرومندتری هستش و من اگه مربی سیاه باشم بهش میگم شروع بازی که مقابل کارلسن بازی کردی خیلی خوب نبود واقعا البته ایشون استاد لالی شطرنج از من خیلی قوی تره ولی خب مقابل کارلسن دو فیلو بدی ساختار پیاده ایت رو از همون ابتدای بازی خراب کنی یکم داستان داره دیگه یکم داستان داره سفید ایسر رو هم بازی میکنه میخواد فیل در سه چار رو بزنه و دو فیل خوبی داره ساختار پیاده ای رو خراب کرده و خلاصه کار برای سیو از همین ابتدای کار سخت میشه برای حمایت از این ویدیو حتما یه لایک رو بزن که افراد بیشتری بتونن این ویدیو این مسابقات مهم رو ببینن حالا اینجا سیافی رو به خونه دشیش میذاره و گسترش ساده سوار ها فیل در سه چهار دیگه بیخیال این قط شد اصلا آقای مگنس کارلس میگه اینجا میزنیم فیلمون اینجا فعال دیگه به چه دردم میخوره قله و وزیر افسه جالبه که ببینید کارسن ده دقیقه زمان عقب یک ساعت و 22 دقیقه به بخ... یک ساعت و 32 دقیقه سیو سیا توی گشایش هاش توی تدارک هاش گشایش و کارسن هم قطعا توی تدارکاتشه بازم میگم میخواد فکر داره میکنه که مقابل این حریف چی بازی کنم توی این دور چی بازی کنم اینا بعضی وقتا سر بازی پیش میاد حالا حرکت ج از سیا این وزیر خیلی حرکت زیرکانی بود چون که الان خونه های رنگ دور شاه سیاه همگی ضعیف شدن و کارسه میتونه بعدا ازشون استفاده کنه اینجا حرکت ایچ سه که خیلی اذیت کننده استش سفید داره میگه میخوام جای چهار بازی کنم چیکار میخوای بکنی میخوام جناه شاید رو ویران کنم سیا وزیری هفت رو بازی میکنه میگه بابا من همه اینا رو بلدم همه اینا رو تدارک دارم هندیا ها تدارک ها شروع بازیشون فوق العاده است ها. یعنی یه چیز عجیب و غریبیه و اینجا کارسن قله میره میگه نخواستیم بابا این بلد همه چیزو قله بریم ساده شطرنج بازی کنیم ببریم اینجا سیا... H5 رو بازی میکنه یعنی اولین جایی که از تئوری خارج میشه H5 رو بازی میکنه و یه حرکت اشتباه که شاه خودش رو ضعیف میکنه با این حرکت سیا میخواد جلوی ج4 سفید رو بگیره دیگه میخواد ج4 بازی نشه ولی خب یه مشکل دیگه ای به وجود میاد به دسته هفت رو بازی میکرد اجازه ج4 رو میداد اینجا ب5 بازی میکرد فیل د ب4 از 4 h 4 در و پنج. اینجا بازی دیگه به هم میریزه الان سیاه هم اومده به مرکز سفید حمله میکنه میخواد رخ هشت رو بازی کنه یسب رو به کاری چار رخ سه هشت شاید بیاد سفید دو فیل رو داره احتمالا به نفش باشه اما مقابل بازیکن کنه قویتر همیشه سعی کنید بازی رو پیچیده کنید چون بازیکن کنه قوی تجربهش زیاده نمیدونم درک پوزیسیونی بالایی رو داره و میتونه توی وضعیت ساده از شما بازی رو ببره بازی رو که پیچیده کنید وارد یه میشید که احتمال داره هر دوتون اشتباهات بزرگی رو مرتکب بشین و اون در اون صورت بازم احتمال زیاد بازیکن قوی تر میبره ولی خب احتمال اشتباه باختش هم زیاد میشه پس این رو در نظر داشته باشین سیاه میتونست به این گونه بازی رو پیچیده کنه و از لحاظ انجینی هم وضعش بد نبود اما میاد چیکار میکنه گن میزنش فنج بازی میکنه کارسه میگه یک حالا اومدیم داریم ایچار بازی میکنیم خط فیل باز بشه کار سیا تمومه خط فیل باز بشه کار سیا تمومه توی بازی سیا میاد دست و میکاره ایچار که جلوی ایچار رو بگیره ولی خب باید دیگه اجازه میداد ولی خب چه میدونم دیگه این وضعیت واقعا خوب نیستش کارلسن رخش به وسط میومد تعویز وزیرها صد البته که نه فیل به چیش میاد فیل میتونه برگرده بسه و سفید فوق العاده وضع خوبی رو داره دو فیل همه چی ستون ای ولی خب تموم نیست در هر صورت حریف کالسن است رو به خونه ایچار میذاره و این سوراخو میگیره از یه جای دیگه نشتی میده حالا ج4 جه چار. ج4 جه چار حالا چیکار میکنی تو مدی جلو ج4 رو بگیری حالا شاهت بیشتر ضعیف شد وقتی پیاده تو میرونی حالا شاهت رو خیلی راحت تر بهش دسترسی داره سفید و اینجا سیا دیگه وزش بعد یه بار میزنه زد حالا میره فیل به چار بازی میکنه بنده خدا میره دنبال این که از آچمزی استفاده کنه من فکر میکنم تحت تاثیر تحصی... تحت تاثیرم بوده تحت تاثیر نام کارسن البته وضعش هم خوب نبود از همون اول شروع بازی گیرش آورد کارسن توی شروع بازی انجین ها میگن اینو میزدی وزیرو رو میذاشتی ای چار. ولی خب بعد فیلی دو سفید وضعیت خوبی رو داره حالا داره فنج رو میزنه اینم بزنی میزنه اینم بزنی میزنه و حالا دقت کنید به این دو فیل نگاه کنید به این دو فیل به این قدرت و سفید مرکز رو داره دو فیل رو داره توی آخر بازی همونطور که توی بازی پرهام دیدیم دو فیل فوق العاده نیرومند هستن و خلاصه این وضعیت هم به سیاه زیاد امیدوار کننده نیست فیل رو به خونه به چار گذاشته و کارسن گفته چیکار داری می‌کنی چیکار داری می‌کنی داداش بریم برای مات کردن شاه زده توی افن. گفته نوشه جان بزن بزن اینا برای خودت و حالا وزیر ج4 داره می‌زنه توی جشیش و کار سیاه رو تموم میکنه مثلا اگه رخ رو بزنه وزیر اینجا کیش کیش F6 مات 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 باید بزنه با وزیر میزنه سفید برنده هستش بس کاریش نمیشه که یک هم میزد همین داستان بود <coughs> وزیر F6 هم که انجین میگه نجاتش نمیداد اف درجه شیش. 6 اینم بده حالا اینا که هیچی خودشون حرکات این چیه نه اینجوری اینجوری نجات پیدا میکرد فیلاسه میشه به رخ <coughs> و سفید برنده هستش در هر صورت در هر صورت توی بازی بعد وزیر جه چار شاه رو اینجا وزیر جه چار شاه رو به جهف گذاشته و خواسته که خب از افشی اشتفا کنه و اینها و اینجا حرکت زیبای کارلسن خط رو برای فیلش باز میکنه دو تا رو بهش قربانی میده فکر میکنم کارلسن داره کامنت رو میخونه انقدر بهش گفتین چرا قربانی نمیده چرا همش داره ساده میبره این چه شطرنجی دیگه زده تو کار قربانی دادن و اینها همه چیزو داره قربانی میده توی این بازی و خلاصه کارش درسته تو این بازی کاری نمیتونست بکنه دیگه از ده هفتی هم که کامپیوتر میگه بازم میباخت مثلا میگه از ده هفت وزیرش سه تعدید دوگانه دوگانه دوگانه, دوگانه سوس شد رخ چشت وزیر در سه سه وزیرم بیاد اچ چهار با وزیر چه پنج همه چی وزیر همه چی دفاع میشه اینجا دفاع کیش هم شامیر اف یک سفید میبره خلاصه تو بازی میزنه توی آی آیک و فیل با قدرت وارد خونه جی 5 میشه یا اگه نیرومند چون که اگه اف 6 رو بازی کنیم چیکار میکنیم فیلش اس 6 کیش اگه بزنه مات اگرم نزنه خب بر عقب چه میدونم همون وزی در جی 6 هم فیل در اف 8 دی وزی در جی 6 فکر کنم تموم کنه کار رو خلاصه کار سیا تمومه حرکات دیگه هم احتمالا میبرد توی بازی وزی رو گذاشته به 4 کیش بر عقب رفته عقب و رخترهایی یک اینجا کارسن مرده خوری کرده میتونه شاجه دو رو هم بازی کنه شاجه دو هم میبرد رخترا یک از ده هفت و وزیر به خونه یک اومده و اینجا سیاه دیگه گفته توی بوکس و اینا هست هوله رو میندازن قبل از اینکه ناکوت بشن و اینجا انداخته و گفته تمومه کار تمومه دیگه کار خودم تمومه تسلیم میشم چون داره وزیر چیش میاد اگه اینو بزنه وزیر چیش بزنه درف و مات میشه کار کنه نمیدونم وزیرم بذاره د6 بازم وزیر شیش این بار نکته اینه که اینو بزنی اینو میزنم و بعد فیلدر اف6 کار تمومه دیگه مات میشه دیگه بعد شاجه دو مات با رخ صورت خواهد گرفت در هر صورت سیا بعد از حرکت وزیرش سه کارسن تسلیم شده یه برد زیبا از کارسن حریفش هم بد بازی کرد ولی از این بازی هست که ما بیشتر یاد میگیریم اینکه یکی از حریفان خوب بازی نکنه حمله ببینیم ببینید کارلسن هم میتونه حمله کنه ولی خب حریفش کیه اگه حریف دیم بازی کنی اینجوری باشه میزنی حمله میکنی قربانی میدی همه کار میکنی ولی ما وقتی مقابل ناکامارا بازی داری کاروانا بازی داری خیلی اجازه نمیدن اینا به این دلیله که توی شطرنج و مدرن اون شاهکارها رو نمیبینیم یعنی دلیل اصلیش اینه که دفاع خیلی قوی شده بازیکن میاد یه پیاده میده, میده میره تو آخر بازی اونجا رو دفاع میکنه قبلا حریف خیلی همکاری میکرد باور کنید خیلی همکاری میکردن با ها و میذاشتن که ماتشون کنن قربانی اینا بدن امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین لایک رو بزنید نظر خودتون رو بنویسید توی کانال عضو بشید و از همه مهمتر از شطرنج و زندگی لذت ببرید